به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، شاگردای دوست داشتنی و همه کسایی که ویدیوها را تماشا میکنه و درسایی از ما را تعقیب میکنه. امیدوارم همیشه در زندگیتون شاد و موفق و کامکار باشید و از زندگی لذت ببرید. در سلسله درسای ریاضی صنف دهم قرار داریم و در فصل چهارم حالت معیاری یک زاویه و زاویه کوترمینال میخوایم که در ویدیو با شما توضیح بدیم و مورد استفاده شما دوستای عزیز قرار بگیرن. حالت معیاری یک زاویه، اول زاویه را نظر به درس قبلی شما تعریف میتونین که زاویه عبارت از شکلی است که از تقاطع دو نیم خط یا دو شعاع تشکیل شده باشه که دارای رأس مشترک باشن. خب، حالت معیاری زاویه از زمانی که ما محور کمیت وضعیت در نظر بگیریم و هرگاه زل اول یک زاویه روی جهت مثبت محور X قرار داشته باشه، این زاویه رو میگه در حال استاندارد یا در حالت استاندارد قرار داره. شما ببینید، فرض میکنیم این محور کمیت وضعیت باشه، ما یک زاویه داریم، این زل اولش است، زل اول زاویه، و زل دوم زاویه فرض نمیکنید کدام قسمت قرار داشته باشه، ما این شکل داره. پس یک زاویه تیتا زاویه است که در حالت معیاری یا استاندارد قرار داره. چرا؟ به خاطر از اینکه این زل اول زاویه هست و یه هم زل دوم زاویه است. و زل اول از کجا قرار داره؟ در روی جهت مثبت محور X قرار داره. بنان این زاویه به نام زاویه استاندارد یا معیاری گفته میشه. خب، امکان داره زل دوم شه در هر قسمت باشه. فرض کنید این قسمت باشه، خب که نی رقمی است، و یایی که مثلا در این قسمت باشه، فرق نمکن در هر جایی که باشه زل دومش هم کار نداریم، زل اولش فرض میکنیم. خب، یا مثلا زاویه به این شکل قرار داره، این زل اول زاویه و یم زل دوم زاویه، زاویه میفهم که منفی هسته، زل اول و یم زل دوم. خیلی پس حالت معیاری یک زاویه را دانستیم و فهمیدیم. خب، میتونه که بیشتر از یک دور بزنه. خب، مثلا ما میخواییم که زل اول زاویه هسته، زل دوم میشه یک دور مکمل در اینجا آمد 360، باز دور دوم شه به این قسمت ها مثلا آمد که شد زاویه چند میشه؟ دو دور تکمیل زد. خب، مثلا 45 دیگه در سر ازی اضافه شد، دو دور تکمیل ازی میشه 720. خب، 45 هم در ازی اضافه شد 765 میشه، درسته؟ 765 درجه. باز هم ببینیم زل اول روی محور، روی جهت مثبت محور X است، زل دوم در این قسمت قرار گرفته است. پس حالت معیاری را دانستیم. حال میاییم زوایای کوترمینال. زوایای کوترمینال تعریف میکنیم که عبارت از دو زاویه است که زل دوم هر دو زاویه در یک نقطه قرار داشته باشد. این زل دوم با هم منطبق باشه. خب، مثال یک دور مکمل زاویه رو داریم 360 درجه، درست؟ خب، در حالی که این زاویه رو مثلا 45 درجه داریم در اینجا، اگر این رو بیارم در این قسمت، خب میشه 360 جمع 45 میشه 405 درجه. 405 درجه. پس زاویه 45 درجه و 405 درجه هر دویشان زل دومشان بالای هم منطبق است. زل دوم منطبق است، یعنی که هر دو زاویه زل دومش در یک نقطه قرار دارد. خب، حالت معیاری گفتیم که زل اول زاویه روی جهت مثبت محور X قرار داشته باشه و زاویه کوترمینال عبارت از دو زاویه هست که زل دوم آنها در یک نقطه قرار داشته باشه یا با هم منطبق باشه، مانند زاویه 405 درجه و 45 درجه. که زاویه 45 درجه هم اگر زل اولش روی جهت مثبت محور X در نظر بگیریم، زل دومش در قسمت قرار داره، و 405 درجه هم زل اولش روی جهت مثبت محور X است و زل دوم بعد از یک دور مکمل 45 اضافه شود در این قسمت قرار میگیره که میشه 405 درجه.
پس 405 درجه و 45 درجه هر دو زاویه به نام زوایای کوترمینال یاد میشه. خب یا مثلا زاویه 90 درجه، درسته؟ این زاویه 90 درجه است. و زاویه منفی اگر از اینجا بیاد این قسمت قرار بگیره میشه منفی 270 درجه. پس زاویه 90 و منفی 270 درجه باز هم چی هست؟ زوایای کوترمینال هست. یا به شکل عمومی گفته میتونیم که تیتا و تیتا مثبت N ضرب در 360 درجه، یا تیتا و تیتا مثبت N ضرب در 2 پای. خب اینی هر دو زاویه، یعنی زاویه تیتا با N پای، مثلا 2 پای، 3 پای، 4 پای، 6 پای، 8 پای، 10 پای، 12 پای، جمع تیتا با تیتا وقتی جمع میشه باز هم نسبت های مثلثاتیش با زاویه اول تیتا با هم برابر میشه. خب مثلا چی گفتیم؟ 45 درجه و 405 درجه رو چی میتونیم بگیریم؟ میتونیم بگیریم 1 ضرب در 360 جمع 45 که تیتا در اینجا 45 درجه است. شد تیتا و 360 جمع تیتا یا تیتا جمع 360. این هم از زوایای کوترمینال. خب زوایای کوترمینال چون میخوانیم چه به درد ما میخوره زوایای کوترمینال؟ اینجا یک نکته هست. زمانی که ما زوایای کوترمینال بررسی میکنیم به این معناست که چند زاویه رو ما در ناحیه اول نسبت های مثلثاتیش را یاد داریم. بعد حال وقتی نسبت های مثلثاتی زوایایی که در ناحیه اول قرار داره وقتی که ما این بلد هستیم، خب زوایای کوترمینال خوبیش یکی که این هر زاویه که با این زاویای استاندارد ناحیه اول مساوی هسته، یعنی زاویه کوترمینال که خزی برابر هست، یعنی زاویه کوترمینال با این زاویه تشکیل میده، نسبت های مثلثاتیش هم با هم برابر است. چه قسم؟ مثلا گفتیم 45 به 405 هر دو به نام زاویه کوترمینال یاد میشه. پس ساینی 45 درجه مساوی است با ساینی 405 درجه. این نسبت هایش با هم مساویه. به خاطر ما اینو میخوانیم که اگر 405 درجه رو ما نفهمیدیم که ساین چنده، کوساین چنده، تانژانت چنده است، پس از روی 45 درجه ما میفهمیم، چون به خاطر از اینکه هر دو زاویه کوترمینال هست. و همچنان کوساین 45 درجه مساوی است با کوساین 405 درجه. و میرخم تانژانت 45 درجه مساوی است با تانژانت 405 درجه. میرخم تمام نسبت های مثلثاتیش، یعنی 6 نسبت مثلثاتی از این در کل با هم مساوی است. خوابیم دیگه در تمرین ها گفته زاویه کوترمینال شما رسم کنید. دو زاویه رو داده شما میتونید که توسط نقاله آنها رو رسم کنید. توابع مثلثاتی. خب توابع مثلثاتی یا نسبت های مثلثاتی، خب 6 نسبت هست که ما میتونیم در روی محور کمیت وضعیه اول ما یک مثلث رسم کنیم، مثلث قائم الزاویه را که مثلث ABC هست و AC وتر مثلث هست، CBX ضلع مجاور و Y هم AB هست که ضلع مقابل است. خب این همیشه وقتی که ما میگیم نسبت های مثلثاتی یا توابع مثلثاتی را همیشه در یک مثلث قائم زاویه ما تعریف میکنیم. خب در مثلث قائم زاویه، خب ساین زاویه تیتا، اینجا یک زاویه هست، در اینجا این زاویه را میخواییم که چند چیز را مشخصا پیدا بکنیم که ساین یک نسبت است. همیشه سوال میشه که خب ساین چی هست؟ ساین یک نسبت است، یعنی ضلع مقابل یک زاویه را زمانی که تقسیمی وتری همون زاویه بکنیم در یک مثلث قائم زاویه ایرم که ساین، کوساین هم ضلع مجاور تقسیمی وتر میکنیم، یعنی نسبت طول ضلع مقابل بر وتر ساین مگه نسبت طول ضلع مجاور بر وتر کوساین مگه، و همچنان نسبت طول ضلع مقابل بر ضلع مجاور تانجانت مگه. برعکس این سه تا برعکس است، برعکس یکی دیگه خود است. مثلا کوساین با سکن داریم و ساین هم با کوسکن داریم، یعنی برعکس یکی دیگه خود است. مثلا تانجانت و کوتانجانت برعکس سرچپه یکی دیگه است، کوساین و سکن سرچپه یکی دیگه خود است. مثلا کوساین داریم اکس بر آر، سکن داریم آر بر اکس، ساین داریم وای بر آر، کوسکن داریم آر بر وای. این نسبت ها
شش نسبت سه تای اولی و سه تای دومی این نسبت ها را با هم دارد. ارتباط بین نسبت ها. خب بعضی از رابطه های اساسی بین نسبت های مثلثاتی زاویه چرخم است. خب ما در اینجا میتونیم از قضیه فیثاغورس استفاده بکنیم. قضیه فیثاغورس میگه که x مربع جمع y مربع مساوی است به r مربع. درست؟ این مربع واتر که r باشه مساوی است به مجموع مربعات از لای قایم. این را داریم از قضیه فیثاغورس. خب هرگاه خواسته باشیم هر سه طرف از زیر تقسیمی r مربع بکنیم، تقسیمی r مربع، خب چه اتفاق میفته؟ x بر r کل مربع، x بر r کل مربع جمع، در اینجا میشه y بر r کل مربع، y بر r کل مربع مساوی است به r مربع بر r مربع هم که یک میشه. خب حال x بر r، x بر r مساوی داریم به کوساین، پس در اینجا در جای از کوساین نوشتم کوساین تیتا کل مربع، وای بر آر ساین داریم اما ساین مربع تیتا و مساوی به یک. یکی از رابطه های اساسی که به نام مطابقت های مثلثاتی هم یاد میشه اینی است. این فرمول اولی کوساین مربع جمع ساین مربع، ساین مربع جمع کوساین مربع مساوی به یک. همچنان میتونیم که در اینجا کوساین و ساین دریافت بکنیم، یعنی که در قسمت اگر کوساین مربع تیتا رو خواسته باشیم پیدا بکنیم ساین این طرف میاره میشه یک منفی ساین مربع تیتا. خب اگر خواسته باشیم ساین به دست بیاریم میشه ساین مربع تیتا مساوی است به یک منفی کوساین مربع تیتا. خب این چند رابطه در اینجا وجود داره. خب بعد x مربع جمع y مربع که مساوی به r مربع هست، در اینجا میتونیم که هر سه طرف را تقسیم x مربع بکنیم، x مربع جمع y مربع مساوی به r مربع. حالا میخواییم که هر سه زیر تقسیم x مربع بکنیم، x مربع، x مربع و هم x مربع. خیلی خب پس در اینجا x مربع بر x مربع شد یک، y بر x، ببین y بر x چه داریم؟ تانجان داریم، درسته؟ میشه یک جمع تانجانت مربع تیتا مساوی به آر مربع بر اکس. آر بر اکس چی داریم؟ آر بر اکس مساوی به سکن داریم، پس میشه سکن مربع تیتا. و همچنان در اینجا میتونیم که وقتی که تانجان در بدست بیاریم یک ای طرف میاریم میشه سکن مربع تیتا منفی یک. و همچنان اگر تقسیم وای مربع بکنیم، x مربع بر y مربع، x بر y چی داریم؟ بین x بر y مساوی به کوتانجانت داریم، مثلا میشه کوتانجانت مربع تیتا، کوتانجانت مربع تیتا. خب جمع y بر y یک شد، درسته؟ کوتانجانت مربع تیتا مثبت یک. r بر y چی داریم؟ r بر y مساوی به کوسکن داریم، پس میشه کوسکن مربع تیتا. یعنی کوتانجانت مربع تیتا جمع یک مساوی است به کوسکن مربع تیتا، که باز هم میتونیم کوتانجانت به تنهایی اگر پیدا کنم کوتانجانت مربع تیتا مساوی میشه به کوسکن مربع تیتا، یک ای طرف میاریم میشه منفی یک. این هم همون شکل میتونیم. خب این هم از توابع مثلثاتی و بعضی از رابطه های اساسی بین نسبت های مثلثاتی. علاوه بر نسبت های مثلثاتی، خب علاوه بر نسبت های مثلثاتی اگر خواسته باشیم مشخص و معین بکنیم، ما اول میتونیم که چهار ناحیه رو توضیح بدیم، یعنی که محور x و y. خب وقتی که ترسیم میکنیم چهار ناحیه تشکیل میشه، که میگه ناحیه اول، ناحیه دوم، ناحیه سوم، ناحیه چهارم، یا روبی اول، روبی دوم، روبی سوم، روبی چهارم. خب در روبی اول x و y هر دو مثبت است، x هم بزرگ صفر و y هم بزرگ صفر. در ناحیه دوم x منفی است، x منفی، y مثبت، y بزرگ صفر است. اینجا است. در ناحیه سوم x منفی، y هم منفی، یعنی هر دوش کوچک از صفر است. و در ناحیه چهارم x بزرگ از صفر، y کوچک از صفر، یعنی x مثبت است، y منفی است. خب پس بنابراین x و y بیانگری کوساین و ساین است، یعنی که شما x و y اگر داشته باشین، یعنی x نمایندگی از کوساین میکنه و y هم نمایندگی از ساین میکنه. پس در اینجا
اکس و وای که بزرگ باشه صفر، یعنی میشه ساین تیتا بزرگ صفر، کوساین تیتا بزرگ صفر، تانجانت هم بزرگ صفر، سه دیگه هم بزرگ صفر. در ناحیه دوم اکس کوساین است، درسته؟ پس وای ساین است، ساین تیتا بزرگ صفر یعنی مثبت است، اکس کوساین تیتا، کوساین اکس میشه کوساین تیتا کوچیک از صفر، منفی هست، درسته؟ خب تانجانت هم منفی میشه، کوتانجانت هم منفی میشه و ساین مثبت است. هر چه پی ساین گفتیم چی است؟ کوسکنت است، درسته؟ کوسکنت تیتا هم مثبت یعنی بزرگ از صفر است. در ناحیه سوم ساین و کوساین هر دو منفی هست، یعنی ساین تیتا کوچیک از صفر منفیه، کوساین تیتا هم که کوچیک از صفر منفیه. خب تانجانت و کوتانجانت اینجا مثبت میشه، چون ساین بر کوساین تانجانت است، دو منفی تقسیم شه و مثبت میشه. کوتانجانت تیتا مثلا بزرگ صفر است، پس دیدگیش دویش باسم چی است؟ منفی هست. در ناحیه چهارم اکس بزرگ صفر و وای کوچک صفر، اکس بزرگ صفر مثبت یعنی کوساین مثبت، وای چی است؟ وای ساین است، ساین اینجا کوچک صفر منفی است، یعنی ساین تیتا کوچک صفر. خب اکس کوساین تیتا، کوساین تیتا هم بزرگ صفر. خب کوساین بزرگ صفر سرچپه کوساین چیه؟ سیکنت است، درسته؟ سیکنت تیتا بزرگ صفر مثبت است. خب یعنی کوساین و سیکنت مثبت است، دیگه چهار نسبت دیگه منفی است. پس میتونیم که چون ناحیه را اگر در نظر بگیریم، در ناحیه اول همه مثبت است، یعنی ساین و کوسکنت هم مثبته، تانجانت و کوتانجانت هم مثبته، کوساین و سیکنت هم مثبت است. در ناحیه دوم ببینید، در ناحیه دوم ما ساین مثبت داریم، پس سرچپش کوسکنت هم مثبت میشه، تانجانت و کوتانجانت منفی داریم. چرا؟ به خاطر اینکه ساین و کوساین علامایش مختلف است، وقت تقسیم شوه منفی میشه. و کوساین و سیکنت، کوساین هم کوچیک از صفر است، منفی است، پس سرچپی از هم منفی میشه. در ناحیه سوم، در ناحیه سوم تانجانت و کوتانجانت مثبت است، این دو چهار دیگهش منفی است، یعنی ساین و کوسکن منفی است، تانجانت و کوتانجانت مثبت است و کوساین سکن هم منفی است. در ناحیه چهارم وقتی که ما میاییم اکس بزرگ صفر کوساین مثبت و سکن که سرچپه کوساین است، کوساین و سکن مثبت هست، خب دیگراش منفی است، ساین وای کوچیک صفر ساین منفی است، خب سرچپی از کوسکنت یا منفی است، تانجانت و کوتانجانت همچنان منفی است. از این جدول خیلی کمک میکنه که ما بفهمیم که نسبت های مثلثاتی در کدام نسبت های مثلثاتی زاویه در کدام ناحیه ها مثبت یا منفی. خب چرا این را چه خاطر بخونیم؟ این چی به درد ما میخوره؟ ببین، خب ما مثلا داریم زاویه 135 درجه، زاویه 135 درجه ما نمفهمیم که ساین از این مثبت است منفیه، کوساین چه مثبت یا منفیه. خب اول باید بفهم که زاویه 135 درجه در کدام ناحیه قرار داره، ایش مهم است. خب در ناحیه اول ببین، در ناحیه اول زاویه تیتا کوچیک از 90 و بزرگ از 0 است، در ناحیه اول. در ناحیه دوم زاویه کوچیک از 180 و بزرگ از 90 است. در ناحیه سوم تیتا این زاویه کوچیک از 270 درجه و بزرگ از 180 درجه است. در ناحیه چهارم، در ناحیه چهارم زاویه کوچیک از 360 درجه و بزرگ از 270 درجه است. با این حساب ما میدانیم که یک زاویه در کدام ناحیه قرار دارد. حالا باز هم مثال میزنیم، زاویه 135 درجه. خب 135 درجه ببینید که در ناحیه دوم باید قرار داشته باشه، از 180 کم از 90 بزرگ است. خب در ناحیه دوم پس میگیم که در ناحیه دوم که قرار داره کوساین چه منفی است، ساین چه مثبت است، یعنی دو نسبت مثبت، یک ساین که سرچپه ساین که کوسکنت تیتا هست یا مثبت هست، دیگه نسبت هایش چهار نسبت دیگه شی منفی هست. به خاطر کار ما رو آسان می‌سازه که ما بفهمیم نسبت مثلثاتی یعنی ساین 135 درجه خب مثبت هست یا منفی، چون ساین در ناحیه دوم منفی هست، پس اینجا منفی می. اما این که ما بفهمیم که مثلا ساین 135 درجه چند هست، اینجا باید ویدیوی دیگر شما تماشا بکنین که هست، یعنی نسبت های مثلثاتی زوایای غیر استاندارد که شما میتونید دیگوشه کلیک بکنین و این ویدیو رو تماشا بکنین. خب پس
نسبت های مثلثاتی رو ما در چهار ناحیه میفهمیم که در کدام قسمت ها در کدام ناحیه مثلا ساین از زاویه کوساین تانژانت چه، یعنی کدام نسبت هایش مثبت هست و کدام نسبت ها منفی هست. خب این هم بود از درس مربوط علامه نسبت های مثلثاتی. امیدوارم دوستای عزیز، شاگردای بسیار دوست داشتنی، امیدوار هستم که از این ویدیوها، از این درس ها چیزهای خوبی را یاد گرفته باشید. درس ها را با دوستای خود شریک بسازید، چینل ما را سابسکرایب بکنید، زنگوله را فشار بدین و ویدیوها را لایک بکنید تا اینکه یوتیوب شما را از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر بسازن. تا دیدار دیگر، بدرود.